سلام، با درود. سلام و درودهایی که با دوباره زنده شدن طبیعت همراه است. آغاز فصل بهار بر هموطنان عزیز و همه فارسی زبانان که با ما گوش میکنن. 62 برنامه نگاه روانکاو رو به شکلی از مسیر عادی کمی خارج میشیم و به شکل یک هدیه به عزیزان که کمی باعث نشاط بشیم. امکان در هر شرایطی انسان به نشاط و خنده و زیبایی و تفریح نیاز داره. ذات انسان این هست که در زمان حال تفریح، یعنی در زمان حال فشارهای گذشته و آینده رو کنار بگذاره و در اون حال حال خوش، اونجا حالش خوش باشه، خوشحال باشه. به این نیازمند و الا فشارهای گذشته و فشارهایی در آینده خواهد آمد و تشخیص میدیم که ما فشارها هم دارد، مجموعی اینها ما رو زیر فشار خودشون له خواهند کرد. به همین دلیل تفریح، بازی، سرگرمی، خوشحالی، حالمون خوش بشه. حالا در 62 برنامه نگاه روانکاو من فکر کردم که سرنوشت یک کتاب رو با هم دوره بکنیم که میتونه یک کمی شاید لطفی داشته باشه، یک کمی فضا رو عوض بکنیم. کتابی رو که میخوام راجع بهش صحبت بکنم پیانو با 4 دست هست که این کتاب در واقع 2 بار چاپ شده. این شرح زندگی این کتاب بد نیست، در مقدمه هم آمده و پیانو با 4 دست. به این شکل شروع شد این کتاب که همسر من بر روی یه مقدار کاغذهای این طرف اون طرف یه جمله هایی رو می نوشت، یک جمله، 2 جمله، به این شکل و می گذاشت. حالا سر صبحانه بود، یه جای گوشه پیدا کرده بود این 2 جمله رو می نوشت. من به تدریج وقت نگاه کردم به این جمله ها، دیدم که اینها عمدتاً جوهر شعری دارند، یعنی از صنایع شعری برخوردارند، یعنی استعاره و ایجاز و جابجایی درشون هست، اونچه که معمولاً شعر رو شعر میکنه، یعنی در واقع یک آدرس جدیدی رو مطرح میکنه برای آدرس و روابطی که میشناختیم، اونجا شعر هست و زیاد به وزن و قافیه‌اش مربوط نمیشه، به اون جوهر شعری است که در صنایع شعر چیزی را بگوییم برای اینکه میخواییم چیز دیگری را بگوییم، آدرس جدید و جای تازه رو مطرح بکنیم و به شکلی بخواییم شناخت آدمی رو، پرده رو باز کنیم، یعنی حتی جاهایی که کمی سیاه هستن و نمیبینیم نور بر اون افکنده بشه. و شعر این هست در واقع. لطفش هم در همین هست که وقتی ما رو به جای جدید ببره، جای جدید رو میشناسیم، میبینیم و لذت میبریم از این چیز. به هر حال من متوجه شدم که آنچه که نوشته میشه توسط همسرم، این نوشته در واقع عمدتاً و همینطوری در کنارش به یه شکلی مثل یک گرافیستی که میاد یک نقاشی رو یک کمی بالا پایینش میکنه، رنگاش عوض میکنه و به شکل گرافیک استیلیزه شده اون نقاشی رو مطرح میکنه که زیباتر به نظر بیاد، ولی نقاشی همون نقاشی میمونه و تهش. من تلاش کردم که هم به همین سادگی اینها رو به تدریج یک کمی به زبان شعری، زبانش رو زبان شعری کنم، ولی اون عمقش که استعاره و ایجاز و جابجایی و این نوع گفتن چیزی برای اینکه چیز دیگری را بگوییم در همه این نوشته‌های کوتاه بود.
اینها رو به تدریج نوشتم و خب همسرم اینها رو میدید، با هم گاه میخندیدیم و گاه نمیپذیرفت که آن به اون شکلی که من مطرح کرده بودم مورد نظرشون نبود، عوض میکردیم یا اصلا کنارش میذاشتیم. بعد این فکر به نظر من رسید که خب اینا بنزه کافی صدتایی هستند و بنزه کافی این امکان رو داریم که بتونیم حال چاپ بکنیم. با ناشری در اون موقع در برلن صحبت کردم، اون هم موافقت کرد و با ویراستاری ایشون این کتاب در آلمان چاپ شد به نام پیانو با چهار دست. علتش هم این بود که مثل موسیقی هایی که برای پیانو می نویسن با چهار دست که برای دو نفری که نشستن و در واقع چهار دست هست که در آن واحد به پیانو میاد به جای دو دست و من و همسرم در واقع با تقسیم کار طبیعی که وجود داشت شدیم چهار دست و این کتاب رو در آوردیم و این رو من هدیه تولد همون سال دادم به همسرم. در جریان نبود که این چاپ شده و تمام مسیر چاپ رو من نگه داشتم برای خودم. چاپ شد و آمد جلو. به تدریج در مهمانی ها در دوستانی رو که میدیدیم به تدریج این کتاب رو خب هم توضیح میشد هم که میخوندیم شعراشو و به تدریج این مسئله مطرح شد که این رو بعضی از دوستان فرانسوی یا دوستان ایرانی فرانسوی زبان آمدن گفتن خب ترجمه بشه. ما هم تلاش کردیم، به هر حال با کمک یکی از دوستانی که رشتش تصحیح شعر بود تمام شعرهای این صد شعری که به فرانسه ترجمه شده بود توسط خودمون و دوستانمون از صافی یک متخصص هم گذشت و انتشارات آرمانتان در پاریس پیشنهاد کرد که این کتاب دو زبانه چاپ بشه و یک دفعه ایده هم به ذهن من رسید که ما بیاییم 50 تا از نقاشی ها و نقاشی خط های من و 50 تا از نقاشی های پستل همسرم رو هم بگیریم و ببینیم که اینطور از آن تمام قسمت سمت این کتاب قسمت سمت در واقع چپش نقاشی همسرم هست و راستش نقاشی من هست و ولی به این شکل بود. ولی در واقع شعرها فارسی فرانسه است. خب این با یک استقبالی هم روبرو شد، خود ما روبرو شد، خود ما رو هم علاقمند کرد این پیانو با چهار دست که گفتیم این سونات یکیش باشه و سونات دو و سونات سه این پیانو با چهار دست هم تقریبا آماده است و در حال ترجمه است. اصراری به اون شکل نیست ولی به تدریج این نوشته های کوچک همسرم میاد و من روش کار میکنم که بشه یواش یواش چاپ کنیم. طبیعتا تابلوها هم افزایش پیدا میکنن و میتونیم یه مجموعه به نام پیانو با چهار دست سونات یک سونات دو غیره ادامه بدیم. برای ما یه مقدار هم آموزنده است هم سرگرم کننده است. به هر حال یک مجموعه هنری به فرهنگ فرانسه فارسی اضافه میکنیم. این قصه این بود. حالا گفتم ما چند تاشو میتونیم بخونیم و عنوان هدیه برای دوستان در این برنامه نگاه روانکاو 62 برنامه هست و عید نوروز هست، این رو از اون حالت یه مقدار جدی نگاه روانکاو برای مسائل علمی، فنی، سیاسی، اجتماعی غیره ببریمش یه مقدار به داخل خودمون خصوصی ترش بکنیم. بیست و هفت و بیش هست. من قبلا توضیح بدم که اگرچه کوتاهواره هستن، من اسمشون کوتاهواره گذاشتم، ولی ربطی به هایکو ندارم برای که هایکو قرار خودشو داره، اون 17 بار است، قانونمنده مثل رباعی ما، دو بیتی ما قانونمنده، پس هایکو نیست که
دنبال قانونمندی بگردیم. آزاده، یعنی تعداد واژه ها، تعداد سیلاب ها از هیچ قانونی تبعیت نمی کنه جز ارسال یک پیام، یک تصویر، یک نگاه، یک لحظه به شما. 27. لبریز از نگاه ژرف، عاشقانه ذره ذره نور گرم می شود. این نگاه دو انسان به هم که طبیعتاً باید نور باشه که نگاه صورت بگیره، ولی گویی وقتی این رابطه عاشقانه برقرار هست، هم نگاه متقابل هم به تدریج ژرف‌تر میشه و هم گرم‌تر میشه. گویی اون نور هست که گرم‌تر شده. به این شکل این استعاره گرم شدن نور در واقع گرمایی است که در درون اون عاشق و معشوق، اون تحول گرمایی است که صورت میگیره، مثل اینکه این نور گرم شده که نگاه ها رو به هم گرم میکنه و ژرف‌تر میکنه. اگر اجازه بدید فقط فرانسویش هم بخونم برای که این صداش به گوش بیاد. ونست comblé par un regard pénétrant, amoureux, la lumière s'intensifie peu à peu. Alors, Benjamin Camille Douzard. شماره 73 شاید بشه نقاشی رو هم نشون داد. یک تابلوی است که این سری سیزده از این تابلوها در 50 سال در 50 سال در روی بوم کار شده و با استفاده از هم عناصر خوشنویسی فارسی و هم نمادهای خارج مثل به علاوه خط، کلید سلغیره، تلاش بر این بوده که یک حالتی رو منتقل بکنه که اینجا اسمش هست لملودی، یعنی در واقع آهنگ، یک حالت آهنگی است. خب به فارسی چه میگه این 73؟ دو سرخی آغاز روز و شبی، دل دلی با نوای دلنشین و سرخ. دل سرخ، دل دل حتی میشه گفت در داخل دل، اون سرخی داخل دل، حتی خون سرخی دل دلی من. ولی این دو سرخی آغاز روز و شب هر دو نوید دهندن، وقتی که میره شب میره خورشید، دوباره فردا صبح با سرخی زاده میشه، در سرخی، در سرخی میره، در سرخی میاد. دل دلی با نوای دلنشین و سرخ، این تصویرهای رنگین تبدیل میشه در اینجا با صوت نوا، حضور، حضور دل دل، نوای دلنشین و سرخ. من اگر بخوام یک کمی روی این بیشتر برم جلو که امکانش رو داره، و اون به نوعی بحث فروید هست که تمامی روابط عاشقانه انسانی مدل اصلی، مبنای اصلی، پایه اصلی رابطه کودک هست با مادر، و اینجا میبینیم که کودک با مادر رابطهش نه تنها در همون سرخی است، بلکه در این نوای ضربان قلب و صدای مادر هست که کودک میشنوه از یک موقعی به بعد
در پیش مادر و بعد هم خب نخستین صدا آرامش بخت، در این صدا لالایی، همون قربان و صدقه کردن مادر فرزندش رو، بازی کردن باهش، همه اینها در واقع همون نوای دلنشین و سرخی است که از مادر میاد. دو سرخی آغاز روز و شبی، دل دلی با نوای دلنشین و سرخ. این چگونه با تصویری که روزمرگی رو نشون میده میتونیم بریم به عمق، هم به عمق هم میتوان رسید با تولد، میگیم تا تولد و طبیعتا هم تصور نیاکان ما از حضور خورشید تولد بوده، تولد خورشید هر صبح متولد میشه، به همین دلیل تصور این بوده که در اسطوره های گذشته که چشمه‌ای وجود داره به نام چشمه خورشید که هر صبح خورشید از اونجا متولد میشه، اون چشمه طبیعتا در شرقه و حرکت به سمت شرق، نور از شرق است، حرکت به سمت شرق و رفتن و آبتنی کردن در اون چشمه خورشید هست که انسان رو جاودانه میکنه، که در هم اسطوره اسفندیار وجود داره و هم از در اسطوره‌ای بحثی که بکنم که اسکندر به شرق میرفته که بتونه در اون چشمه خورشید آبتنی کنه که رویین‌تر بشه و دیگه از بین نره. به شکلی و حافظ با چه زیبایی و عمق و دلنشینی مطرح میکنه همین نکته رو که من که گردآلود فقرم، من که گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. بزرگ منشه یک انسان دیگه فراتر از این نمیتونه بره. فقر، بی‌نیازی، از بی‌نیازی و راهی که میرم، راه برو. تمام لباس من خاکیست، چون راه رفتم در خاک و گردآلود شدم. ولی اگر بخوام به این دلیل که گردآلودم برم دامن تر کنم، حتی نه اینکه کامل برم توش، حتی پامو بذارم توی اون چشمه خورشید، در آب چشمه خورشید دامن تر کنم، این بی‌نیازی، این علو طبع، این برجستگی، این فرارفتن، این قله‌نشینی چقدر آموزنده است که انسان این توان رو داره که به اونجا برسد. بی‌نیازی حالا یک کمی هم شاید فرانسه شو نگاه بکنیم. 73 دو flamboyement à l'orée du jour et de la nuit, au cœur de mon cœur, une douce mélodie vermie. خب برای حسن ختام یه سومی رو همینطوری بیاریم. تابلوی من هست که همون در روی جلدم همین تابلو هست. در این تابلو از غیر از مسئله خود حروف الفبای نستعلیق زیبا و فوق‌العاده هماهنگ و همگون، می‌بینیم که کمپوزیشنی هم که در اینجا صورت گرفته یک کمپوزیشنی است که فاصله ها هم خودشون تبدیل میشن به یک سری امکانات زیبا، چون فاصله های بین حروف رو هم اگر
در اینجا دقت کنید بهشون، این فاصله هم خودشون در واقع یک الفبای دیگری میشن با همه ظرافت ها و چشم رو نوازش میدن، گذشته از خود حروف الفبا که خود یک آرمونی پیدا کردن در نست علیق، خست نست علیق، عظمت نست علیق در اینه که به تدریج به یک کیفیتی رسیده این الف به ترکیبش که به اوج رسیده، از این با هم بالاتر و با آرمونی بیشتر نمیتونه بره. 93 گنبد مینایی همراهی و دلتنگی های تنهایی همه را میتوان تقسیم کرد. نام همسر من میناست و میدونیم که گنبد مینا یک واقع استعاره است که حافظ به کار میبره، چه دایره مینا چه گنبد مینا اون بالاست. و میشه گفت که ما وقتی همراه هستیم، دو نفر که همراه هستند به شرطی واقعا همراه هستند که در زیر یک سقف زندگی کنند. سقف هم به معنی سقف خانه، هم به معنی سقفی که سقف آسمان، زیر این آسمانشون یکی باشه، تعریف آسمانشون یکی باشه، عمق آسمانشون یک تعریف داشته باشه، یه شکل حضورشون در هستی به سمت هم بره. گنبد مینایی همراهی و دلتنگی های تنهایی، طبیعتا وقتی دو نفر تا اونجا برن جلو که همراهیشون تا اونجا عمیق بشه که گنبد میناییشون هم یکی بشه، آسمان مجازیشون هم یکی بشه، در یک دنیا زندگی کنن به معنی واقعی کلمه، وقتی تنها میشن دچار دلتنگی میشن. دلتنگیش فراتر از وقتی است که تنهایی فقط به دلیل نبودن دیگری است، بلکه وقتی تنهاست دیگری با خودش همین گنبد مینایی رو هم برده. همه را میتوان تقسیم کردن، هم اون هست هم این هست، و حتی تا اون نباشه این نیست، یعنی هر کدوم لازم و مظلوم ملزوم یک دیگر هستن. فرانسش هم نگاه بکنیم قبل از اینکه شب و روز شما رو به خیر کنیم و تا کلامی دیگر و روزی دیگر. کت خوبند خیز لدوم دزیور کی نوز ابغیت ال شگرند و لسولیتود. On peut tout partager.